سلام خدمت شما همراهان گرامی، حفیظ افضلی هستم، گرداننده این کانال. امیدوارم که روزی خوب و خوشی را داشته باشین. دوستان عزیز، امروز باز هم با یک پروگرام دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستم. دوستان عزیز، امروز بریم ببینیم که چطوری ما میتوانیم ویدیو را داخل آفتر افکت از پریمیر پرو بندازیم در آفتر افکت و اونجا چطوری مثلا این را روش کار کنیم. خب بسیار عالی، من رو میندازم این داخل آفتر افکت. ببینیم که ما داخل پریمیر پرو هستم فعلا، سیکونسی پریمیر پرو، و میزنم ریپلیس ویت آفتر افکت کمپوزیشن. همونطور که میبینیم آفتر افکت و پریمیر پرو لایف لینک داره که خیلی خوبه. هر کاری مثلا داخلی آفتر افکت ما انجام بدیم به طور لایف میای داخلی پریمیر پرو. خب ما او فوتوج از اینجا مثلا از داخلی پریمیر پرو میبینیم که به جای فوتوج فعلا اینجا شد یک آفتر افکت کمپوزیشن. اوکی، خب همونطور که میبینیم ما دقیقا همو کلیب را داخل آفتر افکت دارم. ما میزنیم شیفت کامرا برای یک فیت شوه ویندوز. خب دوستان عزیزی، ویدیو هست که ما قبلا هم برای شما دوستان شریک ساختم، یک ویدیو کمدی خنده داره که نفر عاشق شده. خب میبینیم که ما میخوایم چی کار کنیم. اولا میگه که رنگ ازی برای مسیح نیسته، کم باید ای را تغییر بدم. دویم یک چیزی دیگه ای که سموک را داره. ببینیم وقتی که ای سیگار از اینجا مثلا میکشه، بعد ده هوا مثلا میخوای پوف کنه، هیچی نیسته. ما چی کار کنیم که ای یک دود داشته باشه؟ خب بسیار سریع مامورم مثلا میزنم کنترل آلت وای برای ادجستمنت لایر، و ما نام زیر مثلا ما میمانم انتر میزنم در کیبورد، و نام زیر ما مثلا میمانم سموک. ما چیکار میکنم که ای باید این زمین منطقه ای که مثلا ای سر خود بالا میکنه، این زمین منطقه مثلا شروع شوه. خب برای این کار ما باید این لایر مثلا از اینجی تا می اندازه باشه. خب ما ای را فیت میکنم در کارن تایم اندیکیتر یا مثلا در کرسر، یعنی موج رادیو مانند که هسته گیر میچرخانی. دو نام داره، یک نامش هست current time indicator و نام دیگه هم دست cursor. خب بسیار علی، مامورم روی از یک دیفکت به نامی از روی مثلا افکت ما باید برم سما اینجا. اگر افکت پینل مثلا در اینجا افکت این پریسیت مثلا ندارین شما مثل ما واری، فعلا برین روی ازی افکت این پریسیت، و همونطوری که میبینیم افکت این پریسیت پینل مثلا در اینجا ظاهر میشه. خب ما در اینجا سرچ میکنم یک پلاگین به نامی فرکتل نویز، اینی یک فرکتل ما در اینجا تایپ کردم، و اینجا میبینیم که ما یک افکت به نام فرکتل نویز ما در روی زمین ادجستمنت لایر باید سلیکت باشه، و روی ازی مثلا ما دبل کلیک، دو دفعه ما دبل کلیک میکنم. اگر ما برم روی ازی فعلا این روی ازی پوشان کاملا نگاه کنیم. خب ما چیکار کنیم که ای به طور دود مانن مثلا اینجی برایم درست شوه؟ ما یک چند تا سیتینگ از داخل ازی باید ما تغییر بدم. اول مثلا ما مرم از روی بیسیک مثلا ما میزنم دینامیک، یا مثلا دینامیک پروگرسیف. خب بعد از روی ترانسفورم ازی ما یک کم سکیلش مثلا میبرم کم بالاتر، و همچنان از روی کانترست ما کمی را کانترست میدیم که به این صورت یکم بین سفید و سیاه بیشتر مثلا کانترست داشته باشه. خب بسیار عالی، یک فعلا هیچ خودش کاری انجام نمیده. ما باید چیکار کنیم؟ باید انیمیشن کنیم تا این مثلا این کار را انجام بدیم. خب من میایم در اول لایر، من مثلا این کارین تایم اندیکیتر یا مثلا کرسر داخل جا باشه، اگر من آیا بزنیم من در اول لایر. بعد حالا ما چیکار میکنیم که مرم در روی انیمیشن ازی از روی خدمت شما عرض شود کی ترانسفورم ازی از روی ترانسفورم ما ای را مثلا از روی
وای دایمنشن یا مثلا از روی فایش میرم ده این داده با این کی فریم ده اینجا ایجاد میکنم و بعد من مثلا مرم روی ثانیه 25 و ایره و به این صورت مثلا یا دوباره ریسیت میکنم میره. حالا اگر من مثلا بایم دول یک پلی کنم میبینیم که یک همچین چیزی برای میده درسته؟ سیارالی. و حالا من مثلا میزنم یور در کیبورد برای یک کی فریم ها برای معلوم شود. خب فکر کنم یکم دریشنش یا تایمش کمه، سرعتش حالا کم شد، یک چیز در بین این مایه درسته. خب حالا یک چیزی دیگه که ما مثلا امرای ازی باید چیکار کنیم که لایر پشتی ازی معلوم شود. فعلا آفتر افکت میسی فوتوشاپ هست لایر در بالای لایر، اگر ما این لایر مثلا ویزیبیلیتی شاف کنم نگاه کنیم که این لایر اصلی ما اینجا است، ولی چون این رو پوشانده و معلوم نمیشه. برای از کار ما چیکار کنیم که باید بریم مثلا از روی بلند مود، بلند مود اینجا است. اگر برای شما مثلا این معلوم نمیشه خب اینی یا کنده اینجی مثلا بزنین و بعد اگر بازم نبود بعد مولیم روی از اینجا رایت کلیک میدیم روی کالم و مود را مثلا از اینجا باید نبال کنیم. خب بسیار عالی. خب من ایرم امروم روی از یک ماسک خیلی سریع من مثلا من ایر کم اپوزیتیشی باید کم بیارم پایین یا مثلا از روی بلندینگ مود نگاه کنیم. من امروم روی مالتیپلای ببینیم چی داد برای من. ای خیلی تاریکه، از روی سکرین فکر کنم خوب باشه. آره همی فعلا همی رو ما اوکی میکنم. نگاه کنیم که اگر کم چیز داره، البته ای سکیل ما کم زیاده فکر کنم، باید ما همی سکیل بود در اصل باید پایین باید بگم به جای دیگه بالا بیارم باید برم مثلا ده این از پایین. سیار علی ما یک کم زوم میکنم میره ده این اندازه. خب مالا چکار میکنم برم یک ماسک خیلی زود یک ماسک ما میکشم اینجا لایر ما سلکت میکنم و بعد میندازم مثلا از روی پین تول یا شارتکت هست جی باید لایر سلکت باشه یعنی انتخاب باشه اگر غیر صورت شما مثلا شیپ میکشین. خب ما خیلی زود مثلا مرم یک کلیک دو کلیک سه چهار پنج حالا رنگی ماسک ما چون زرده معلوم نمیشه. نگاه کنیم ما یک ماسک کشیدیم به این صورت درسته؟ اگر ما برم ام ام بزنم در کیبورد میبینیم که ما ماسک ما یکم مثلا میزنم دو دفعه ایم ما میزنم در کیبورد تمامی پراپرتی ماسک برای مثلا بیا و ما از روی فیدر ازی مثلا ما مرم روی مثلا 8 پیکسل ما فیدر میدم این کم فکر کنم ریزولوشن ویدیو بالاست باید کم بیشتر ما فیدر میدم مثلا میزنم 22 در این اندازه خوبه. و حالا ما چیکار میکنم که ایرا باید خودی ماسک را ما نمیشن کنیم. البته خب ما از روی ماسک اکسپنشن هم ما مثلا میتونیم ایره کم بیاریم پایین به این صورت و خیلی خوب به این اندازه به طوری دلخواه. نگاه کنیم که اگر ما پلی کنم ما مثلا این زمین منطقه که آی رو ما میزنم در کیبورد در اول لایر بیا و بعد ما میزنم بیره که ما ورک ایریا مثلا زمین شروع شود دیگه از بار بار ما پلی بزنم و زمین شروع شود. خب ما حالا چیکار میکنیم میره که ماسک باید ما انیمیشن کنیم که ای دود مثلا زمین شروع شود. خب دو کار ما اینجا انجام میتونیم بدیم. اول امیه که میذارم روی ماسک پت ما میایم در اول لایر و اگر ما مثلا نیره کم بیارم پایین ما اگر کنترل بگیرم و روی از اینا کلیک کنم ما همه این از این پوینت ها رو ما میگیرم که بالا هست و ایر ما مثلا میارم این ده ای اندازه پایین درسته و اینج ما یک کی فریم ایجاد میکنم و بعد مرم مثلا در روی ثانیه 25 ما اینا را مثلا ببخشیم باید ما شیفت بگیرم یکش کلیک کنم تا یکش اکتیف شوه و اینا را دوباره ما مثلا دم سر جایی اولیش ما اینا را ما برم اونجا میمانم. حالا اگر ما مثلا بیایم دول تایم را نگاه کنیم که ای درست. حالا ما یک کار دیگه ما از روی ماسک اکسپنشن ما مثلا میایم دول لایر
آیرمیزن دوبل لایر و ماسک اکسپنشن ما فعلا میارم کاملا ایرا صفر میکنم و یک کی بعد این ده اینجی رسید در واقع ما باید کم ایرا اینجی رسید ما ایرا مثلا نکم زیادتر میکنم که برا ده اندازه دو چی زیادتر شد. خب ما بعد از ما چیکار میکنم که در روی ماسک اکسپنشن یا در اپوزیتی خود لایر ما را باید اپوزیتیش بیارم پایین یا در میره مثلا کم جمع کنم ببرم بالا از روی ماسک پت. اوکی خب ما یک کی فریم دوباره در ماسک پت اینجا ایجاد میکنم و این دیگه اندازه ما میخواییم که این چیکار کنم و یکی کنترول میگیرم یعنی که یارم ما میگیرم و ایره مثلا میبرم بالا و همچنان ایره میارم ده اینجی که ای تقریبا ده اینجی گم شد. خب اگر ما یکی فریم را همیشه ما میتونیم مثلا جا بجا کنیم که درسته؟ اگر میخوای پرسایز خیلی دقیق میخواییم باشه میدونیم یک یعنی چیزا رو باید ما کاملا از اول جمع کنیم که از یک جای مثلا اینا حرکت کنه. ما روی چی سلیکت کردم فعلا کم زوم کنم سلیکشن از این بعض وقتا مثلا درسته اینا را هر چی ما مثلا جمع تر کنیم از اون منطقه مثلا خودی سموک یا دود ما میخوایم از این منطقه دهن در اصل یا زمین حرکت کنه بعد دوباره باز میشه. بازم اگر میخواین مثلا چیز باشه این در صورت میتونیم مثلا کیفریم ایجاد کنیم. خب البته خیلی خوبه که ما این کیفریم ها رو باید ایزی ایز کنم. ما مثلا میزنم کیفریم و ایزی ایز چون شاتکت F9 هستم ما شاتکت F9 برای ویدیو ریکارد دارم کار میکنه شما میتونن F9 بیدن برای ایزی ایز. حالا اگر ما برم پلی کنم درسته اگر ما برگردم داخل پریمیر پرو و نگاه کنیم که همون چیزی کارا رو که ما داخل افتر افکت انجام دادیم ما اینجا داریم. خب بسیار عالی. بعد دیگه چی کار میخواستیم انجام بدیم؟ کالر کارکشن. برای کالر کارکشن شما میتوانید مثلا از اینجا پریسیت هست دو پریسیت خیلی خوبه برای کالر کرکشن مثلا یک مثلا سیجوریشن هست که از اینجا مثلا ما میتونیم رنگ تغییر بدیم درسته زیاد کنیم کم کنیم و در رنگ های مختلف رو در بیاریم. خب فعلا ما این رقم چون خیلی رنگش زیاده ما این رقم کم میکنم و افکت دیگه هست به نامی لیول لیول سما میدنم. بعد ما ایرا از روی مثلا اینپوت بلک شما یک ذره واری کنترست میدم اینپوت وایت باید کم تر شوه کم که اینا رو شما میتونید از اینجا مثلا اینا رو تکان بدین و اینی سلاید را تا میتونید مثلا نمو رنگ دلخواه خود را بگیرین. خب بسیار عالی. یعنی می قدر اگر علاقه به یادگیری بیشتر افتر افکت دارین لطفا کانال را سبسکرایب کنین تا در آینده ویدیوهای بیشتری ببینین. فعلا روز خوش و خدا نگهدار.